هیولاش هم با هم ببینیم واقعا لذت بخشه و اینجا هم اگه یه مدار زوم کنید اما موتورایی که برای آیم هستن با دست منتاج میشن و اسم اون مکانیکی هم که منتاج کرده اینجا همیشه نوشته شده یعنی هر موتوری با یه امضای خاص خودش یعنی شما نمیتونید مثل یه موتور رو پیدا کنید که یه منتاجش کرده باشه و اینجا هم یه مقدار اگه زوم کنی اینا برای سیستم های که حرارت رو منتقل نکنه و فوق العاده است خیلی بریم با هم اینترویون ببینید که درایی در خیلی فوق العاده قشنگ داره این هم سیستم دراش که اه، 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 خب اومدیم قسمت داخلش هم اینترویوش هم با هم ببینیم که کربون پکیج هستش اینترویوش که میبینین حتی قسمت کنسولش و دستگیرهای بغلش همش از کربونه و خب اینجا اگه بخوام اطلاع دقیقتر در مورد پکیج های اینترویو بهتون بگم که این اولی که داریم میبینین که پکیج مشکیش هستش که شما نوادی قمیت بیشتری پرداخت کنید این پکیج آلمینیومش هست که هلوش 357 یورو باید بیشتر پرداخت کنین اینجا میتونید مقایسه کنید که خروجیش چطور میشه بعد پکیج هم کروم مشکی هست که 714 یورو باید برای این بیشتر پرداخت کنید که اینجا میبینید که تو قسمت هایی که روی دستگیره و توی کنسول وسط هستش کاملا تغییر میکنه و پکیج آخر که گرونترینش هست 2700 یورو این پکیج کربن هست که اینجا میتونین تغییراتشو ببینین بعد از اضافه کردن توی پکیجتون و اینم خروجیشو اینجا میتونین چک کنین دی... سندلی های عقبش اینا معمولا میگن سندلی های استراری که میتونین اینجا ببینین حالا من سعی اینجا یه این هم بدن فاصله بین ام، که واقعا کسی نمیشه ولی خب برای موقعاتی که خیلی ضروری باشه یا مثلا یه اتفاق بیفته نیاز باشه که دو تا سرنشین عقب رو سوار کنید دیگه میشه از این صندلی عقب ولی یه جورایی مثلا حالت نمادین داره حالا میتونید اینجا فاصله بین واقعا جنسانی نمیتونید اینجا پاش به اندازه باشه جا بشه ولی خب این به حال ماشین سوپر اسپورت خب یه نکته خیلی جالب اینه که شما اگه بخواید ماشینتون صندلی عقب داشته باشه این آپشناله یعنی شما باید یه پول بیشتری بدین که مدلی که خریدین پشتش صندلی عقب داشته باشه که نزدیک 1900 یورو باید این هزینه بیشتر پرداخت سیستم صوتی هم که با سیستم فوق خوبی است خیلی خفنه حالا بعدا میتونیم یه دونه موزیک هم با هم ببینیم که ببینیم چطور هستش و تا من بهتون اطلاعات بعدیر برم الان سیستم فرمونش رو میبینید که اینجا کلی اطلاعات کنترلی داره که به حال میتونید بهتون کمک کنه تو هنگام رانندگی و همونطوری گفتم از سیستم کربن هستش پکیج داخلش و این قسمت ها هم که برای تنظیم کردن صندلی و حالا قسمت های اینا رو با جزئیات بیشتر بهتون نشون میدم و شیفت هایی که برای سیستم تعویض دنده هستش و اونم تکنولوژی که دیسپلی که بهتون گفته بودم قبلا که یه طراحی فوق داره حد دکمه استارت انجینش هم که اینجا هستش و میتونیم قسمت های دیگه هم حتی قسمت پانو که این قسمت داره خب یه نکته دیگه این ماشین داره که قسمت هداب دیسپلیش هست که تو اینجا قرار داره این شما اطلاعاتی در مورد جاده سرعت اینا رو بهتون میشه. حالا این که میبینی این قسمت خاموشه که من میتونم اینو اکتیوش کنم که این قسمت رو تو حتی مدل میبینید اینجا بهتون کلا نشون داده که فوقلاده خیلی کمک میکنه دیگه نیازی نیست شما کیلومتر رو نگاه کنید من هنگام رانندگی و میتونه حواستون فقط کلا روی شیشه باشه و شیشه جلو باشه و رانندگیتون انجام بدین و اطلاعاتی که نیاز دارین سرعت و اینا رو کلا ببینین یکی از آپشن های خیلی فوق العاده ای که توی محصولات AMG معمولاً با مرسدس هست بریم خب. اینجا با هم این فضای داخلی که برای معمولا کلید رو باید اینجا قرار بدین و سیستم شارژ هم داره که سیستم وایرلس و بعد این هم کابلهایی که برای آیفون هست و اینجا هم دو تا جایی که میتونی نوشیدنی تو قرار بدین و اینجا هم با هم فضای میتر کنسول میتونید با هم ببینید که اینجا باز هم دوباره جای دو تا دیگه جای شارژ داره و سیستم چراغش رو و میتونید حالا هر وسایلی که دارین شارژر و گوشی همه این راحت قرار بده. <applause> یه سری آپشن های اینجا بهتون بگم, بگم که زمانی که ماشین میخواد بره کارواش باید یه سری آپشن های داره فعال کنه که حالا به سری سیستم هاش آسیب نرسینه خب اگه بخوام اطلاعات دقیق تر بهتون بدم که این مود کارواش دقیقا عمل کردش چیه زمانی که این شما دکمه رو فعال کنید سطح ماشین میاد بالا که اون گلگیرهای زیر قابلت شستشو داشته باشه تمام پنجره رو میبنده سانروف رو میبنده آینه و رو جمع میکنه و سنسور بارون هم حذف میکنه که برفاکن ها فعال نشن و همچنین پارک سنسور هم براتون خاموش میکنه که صدای نویز و آلارم سنسور رو نیاد اینجا قسمت آلارم داره که زمانی که مثلا این چی های رانندگی میبینه و حالا سیستم پارکش هستش بعد اینجا هم قسمتی که به حال بسه خب اینجا هم سیستم کمک پنرهای جلو رو میبینین که برای اینکه زمانی که میخواید وارد پارکینگ بشین و سپر جلو دچار آسیب نشه این آپشن رو گذاشتن که محور جلو ماشین به مادر 13 سان میاد بالاتر اینجا انجام دستیار برای رانندگی کردن حالا فاصله با ماشین جلو و خیلی قسمت های دیگه و یه سری تنظیمات اینجا که بر اساس میتونین انجام بدین اینجا با هم میتونیم فضای عقبش رو ببینیم که برای حالا چمدون و چیزهای دیگه که داشته باشیم میتونیم اینجا بذاریم به نظرم فضای خیلی قابل قبولی هستش که کلا میتونیم وسایلاتونو رو بذارید و خیلی قسمتش هم و میتونیم اینجا قسمت که داره که میتونیم لاک کنید و میتونیم قسمت بستن رو ببینیم و حالا میتونیم یه ذره تر هم که با هم بستنش هم ببینیم خب, خب. اینجا هم که سیستمش برای بنزینه ولی این در پوشش حالا اینجا یه چیز پلاستیکی است. ولی خب اینو میتونید شما یه آپشنی داری که مثالت فلزی و لوگو ایمگه اینو میتونین اضافه پرداخت کنید و همینطوری میبینید اینجا هم ای پنج و ای هم که نوع بنزینی که باید بزنیم دارش بریم با همه سیستم صوتیش هم چک کنیم